اما شما از سیکونس تکست و گلیف استفاده دیگه هم میتونید بکنید. من اینجا یک سیکونس تکست به این تصویرمون اضافه کردم، به این تکستمون. و حالا اینجا شما همونطور که میبینید، اگر من بیام و توسط گلیف تول این اس رو جابجا کنم، اتفاقی که توی خودآموز قبلی دیدیم میفته. اما من این کار رو نمیخوام بکنم، من کار دیگه میخوام انجام بدم. به طور مثال میخوام این حروف یه اتفاقی واسه شون بیفته. شما میتونید بیاید توی اد، اینجا پارامتر اد، و مثلا آوتلاین رو یه ذره قطورتر بکنید. فرض کنیم که اینطوری یه همچین چیزی بشه، یا چهار. و در ضمن آوتلاینش، رنگش هم، کالرش هم بشه به جای قرمز فرضاً نارنجی خیلی تیره که به قهوه ای میزنه. و یک چیز دیگه ای هم که مثلا میتونیم بهش اضافه بکنیم، اسلنت، که یه خورده حروف رو میخوابونه، مثلا اینجوریشو میکنه. خیلی زیاد شد، حداقل 10 کافی باشه. خب حالا ما اگر اینجا پلی بکنیم یه همچین اتفاقی میفته. اما کار جالبتری که اینجا میشه کرد اینه که شما به جای اینکه بیایید اینجا بگید sequencing from، sequencing through باشه، یا بگین این اتفاق در این تکست در طولش انجام بشه، به جای اینکه از اون شروع بشه، اتفاقی که میفته به یه همچین شکلیه. حالا من اینجا ممکنه بخوام فرزن رنگش هم تغییر بدم، ممکنه خیلی از رنگش خوشم نیومده باشه، بخوام مثلا سفیدش بکنم، یا خیلی هم سفید نه، یه همچین چیزی. یا ممکنه بخوام یه خوردن بی‌نظمی عجیب غریب بهش بدم. من میام اینجا توی face four corners. face در واقع خود این تکست و outline این خط دورشه. پس من تکست face رو که الان زدم فقط این وسط حروفه که جابجا خواهد شد. من میام تو four corners و یه خورده اونها رو باشون بازی میکنم. همونطور که شما اینجا میبینید الان مشخصه روی این سانیچه ما، فکر کنم اینطوری، مثلا حالا یک همچین چیزی باشه. البته برای این کار شاید خیلی مناسب نباشه، کارتونی تر از این چیزی که ما میخوایم، ولی خب حالا صرف دیدن که ضرری نداره. یه همچین چیزی ممکن شما به وجود بخواد بیارید. من ممکنه الان اینجا بخوام برم قطرش هم یه خورده کم کنم، ممکن خیلی به نظرم زیاد میاد، و دوباره برش کردم یه رنگ تیره، یه همچین چیزی مثلا. و حالا قابلیت فوق‌العاده‌ای که وجود داره اینه که شما به محض اینکه این بیهیویر رو انتخاب بکنید و اون رو جابجا بکنید از نظر زمان بندی، بلافاصله تغییر میکنه توی زمانتون. البته من فکر میکنم اینجا خود تکستم رو باید انتخاب بکنم و یه ذره بلندترش بکنم چون طولش کمه. همونطور که شما میبینید الان این انیمه توی طول این زمان انجام میشه. حالا من اگر مثلا کوتاهش بکنم خیلی سریعتر انجام میشه، یا اگر خیلی بلندش بکنم توی زمان خیلی بیشتر این اتفاق میفته.